آقای خرمشاهی، توضیح بدین که در رابطه با دلارا چه خبر؟ والا اولیای دم شرایطی رو پیشنهاد کردن که تون چند روز به اصطلاح مرتب به خانواده دلارا گفتن باید این شرایط انجام بدین. یکیش اینه که و هم نامه که نوشته بودن ایش این که من رو عرض بکنن که من دیده خبری در پرونده نداشته باشم، که خب ما گفتیم بحث این کار ما تمام شده، خیلی به این قضیه اصرار دارن و یکی اینکه به حال برن قبر مرحومه رو به حال بشورن و گلزاری کنن از این صحبت ها، که به حال الان در این مرحله است. و من هم به پدر دلارا گفتم دیشب صحبت میکردیم، گفتم که خب حالا این درخواستشون عملی بکنیم انجام بدیم ببینیم که باز هم شرایط دیگری در نظر دارن یا نه. یعنی خانواده اولیای دم این در تهیه یک نامه ای خواسته بودن اینو، اگه متوجه شده باشم؟ نه نامه ندادن، این شرایطشون اینه، گفتن که به اصطلاح خانواده دلارا پدر مادر دلارا به اصطلاح یه نامه بنویسن یه مواردی رو اشاره بکنن، بعد که اشتباه کردن مثلا این قضیه رو مطرح کردن رسانه‌ای شده، بعد نسبت به اصطلاح عزل وکیل اقدام بکنن که خب اون قضیه خود اداره مربوط میشه، ایشون هم قرار شده بنویسه بنابرای درخواست اولیای دم و تقاضای آنها من وکیلم و بسیار از زن تشکر از زحماتش عرض میکنم. همین نامه مونده بود، در حال این دو سه تا درخواست امروز ظاهرا انجام بشه قراره که نظر نهایی خودشون اعلام بکنم. بله، پس هنوز کماکان باید منتظر باشیم ببینیم که که نظر چی هستش. به هر حال من شنیدم که ظاهرا موافقت شده اجازه عقب بیفته، خودم طرق دیگه شنیدم، غیر مستقیم شنیدم، به حال امروز منتظر هستیم ببینیم چه بقایی اتفاق میفته. امیدواریم که به هر حال هرچی هست، شرایط اونا هرچی هست و اقداماتی که میشه منجر به نجات این دختر از زندان بشه بعد مرگ. به هر حال همگی منتظر این لحظه بودن که ببینن که چی میشه. فعالیت‌های بسیاری، امیدوارم امروز خبر خوشی داشتم این ظرف که دیگه باید. بله، امیدوارم که اخبار خیلی خوبی در آینده بتونیم داشته باشیم و خستم نباشید از تمامی زحماتتون سپاسگزاری میکنم. خیلی ممنون، شب روزتون خوش. قربانتون.